برای گفتگو همراه بشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. آقای غفوری، آیا اقدام اخیر آغازی بر استفاده از سازوکار اینستکس خواهد بود یا صرفاً در شرایط اضطراری فعلی مبادله تجاری انجام شده؟ باید ببینیم اینستکس اصلا برای چی به وجود اومد، فلسفه وجودش چه بوده. اینستکس ایجاد شد برای اینکه در شرایط تحریم آمریکا بین ایران و اروپا تبادل تجاری صورت بگیره. تجارت دو سو داره، یعنی شما یک جنسی رو میفروشید پولش رو میگیرید یا برعکس. این سیستم ایجاد شد تا برای اینکه برای مثال اگر ایران خواست نفتش رو بفروشه به ایتالیا یا یونان که در اون زمان خریدار نفت ایران بودن، پول نقد نگیره، پولش رو ایتالیا یا یونان بریزن در چارچوب این سازوکار مالی یا اینستکس. بعد ایران برای مثال اگر خواست تراکتور بخره از اسپانیا، پولش رو از روی اون صندوق پرداخت بکنه. اما در شرایطی که تجارتی صورت نگرفت، یعنی دیگر شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران کالا نخریدند، نفت نخریدند، لاجرم پولی نبود که بره توی اینستکس، پس تا امروز هم تبادل مالی یا تراکنش مالی صورت نگرفت. آنچه الان داریم میبینیم به عنوان اولین تراکنش، باز هم داله بر تجارت نیست، به خاطر اینکه به نظر میرسه اون کمک های انسان دوستانه ای که اروپا تصویب کرد برای ایران، یک 5 میلیون یورویی و گفته میشه یک 20 میلیون یورویی هم به همین ترتیب، اینها رو به جای اینکه حالا پرداخت بکنه به ایران که امکانش نبود، یا به جای اینکه کالا و تجهیزات پزشکی بفرسته مستقیم برای ایران، به صورت نمادین واریز کرد به این سازوکار مالی یا اینستکس. و حالا ایران میتونه اگر از یک شرکت اروپایی خواست دارو وارد کنه، تجهیزات پزشکی وارد کنه، ماسک وارد کنه، پولش رو از اینستکس بده. بنابراین در پاسخ به سوال شما، نمیشه گفت رسما اینستکس راه افتاده، میشه گفت یک تراکنش نمادین صورت گرفته. آیا این تراکنش ادامه پیدا خواهد کرد؟ تا زمانی که شرکت اروپایی حاضر نشه از ایران نفت یا کالا بخره، به نظر میرسه که اوضاع کماف سابق باقی خواهد ماند. خب، اتفاق دیگری که روز گذشته افتاد تمدید 60 روزه معافیت 4 سایت هسته‌ای ایران بود. چقدر وضعیت بحرانی کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این اقدام موثر بوده؟ کووید 19 یا این شیوع ویروس کرونا جدید یک پندمی، یک همگیری جهانی است، بنابراین تمام کشورها درش کم و بیش درگیر هستند. طبیعیه که در روابط بین الملل هم تأثیر بگذاره، کاخ سفید هم از این مسئله مستثنا نیست. ایالات متحده آمریکا مشکلات خودش رو داره، الان درگیر با این ویروس کرونا. از طرف دیگری سال انتخاباتی است، انتخابات ریاست جمهوری است. آقای ترامپ باید در ماه‌های آینده احتمالاً روبرو باشه با کاندیدای دموکرات‌ها در مناظره‌ها، جواب بده به سوالاتشون. بنابراین احتمالاً مشاورانش بهش توصیه می‌کنن که از هر اقدام غیر ضروری پرهیز بکنه. این معافیت ها اگر میخواست برداره، احتمالا اقدامی غیر ضروری تشخیص داده میشد، به خاطر اینکه ایران بر مبنای این معافیت ها نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. غیر از چین و روسیه، اروپایی ها هم در این برنامه ای که الان دوباره معافیتش تمدید شده دخیل هستن. بنابراین که نمیشه از نظر دور داشت که شرایط کنونی جهان از جمله همگیری ویروس کرونا موثر بوده در این تصمیم. سپاسگزارم کامبیز غفوری که با ما همراه بودید.